جان باری کن فاو اون دلبر خوش رو منم با خرمنی گیسو منم من سر به نازم دل می بازم تو کجایی که بیایی ببرم به بیادر پی تو در بدرم پشمانند گل نمخوش ناتون از گل و خونچه بهتر منم خونچه یا دیده تنم بس گشویگر و خوشگلم تن گشویگر و خوشگلم تن بردیده گل ساعتی که صحنه حاضره همه اومدن منتظر تو هستن. داشتم سناریو میخوندم. سناریو میخوندی یا خواب میدیدی؟ چه خواب خوشی، یه عشق رویایی. حتما با یه جوون خوشگل و خوشهیکل و پول دار ها؟ آره، قیافشم این بود. ده. این عکس هم آره. عالی جنابه که میخواییم داستان آره. فیلم بکنیم. خیلی خوب، پشو بریم، دیر شده، پشو بریم بابا. جونم چه اسم قشنگی برای این فیلم انتخاب کردین؟ هفت شهر عشق. خیلی قشنگه. هفت شهر عشق را عطار گشت، هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خم یک کوچه. رنج ها دیدم خریدم به جان، ناز یار و لطف قهر عشق را. هفت
هفت آسمان را پا زدم، هفت خان هفت را پا زدم، تا بگردم بحر عشق را. وقت داریم برم سلمونی؟ نه، همینطوری به خونش کجاست؟ هتل رامسره، یه جا اجاره کردیم. باید خیلی مواظب باشی. میدونم چیکار کنم. تو بگو ماشینش چه سیستمیه؟ ماشینش کادیلا که رنگش هم نقره ای. یه قربا، طبق دستور 3 لیتر آب بیش درجه حرارت مخلوط با 1 سیسی اسانس گل سرخ. یلا شروع کنید. چش قربان اطاعت. شیر پاستوریزه دو بار جوشیده 111 گرم. بله. شیر پاستوریزه چند بار جوشیده 111 گرم. 1 گرم پودر قهوه بدون کافئین حل شده در 5 شیشه آب 100 درجه حرارت. 1 گرم پودر قهوه بدون کافئین حل شده در 35 شیشه آب 100 درجه حرارت. تخم مرغ خانگی نیم بند 1 عدد. تخم مرغ خانگی نیم بند 1 عدد. تخم قاز نیم رو شده با کره گوسفندی 1 عدد. تخم قاز نیم رو شده در کره گوسفندی 1 عدد. بذارید حرارتش به 25 درجه برسه بعد ببرید برای یادی جناب. آقای عبدال باشی گشتگی میرمی صابون ما چی شد؟ سرم تعجیب ارزو کنم تو؟
خانه اماننده آری جناب مخلص شما. باز گفتی خانمو؟ یه دفعه منو دنبال خودت دووندی پام شکست. حالا دیگه چه خیلی؟ من چه تقصیری دارم؟ دفعه بهت گفتم با وجود عموجان آلی جناب تو حق نداری خانمو باشی. آخه اسمم اینه. دست کردی به هر کی که این اسم رو رود گذاشته. شما درست بفرمید. یالا برای تو لازم آبین. عجب صحبونه خورده. برو میده صفانه رو بچین. چشم. برو. جون خوب جه دوردم. حالا جرعت بری سینه رو ول کن. مرا جون یه دونو ماچو هم بده شب عروسی پام کرد بزن. ول کن بابا تو هم سر صبح حسنه داری. مرا جون یه دونو ماچو هم بده دل منو نشکن. حالا جون فقط یه دونو بیا جون اینجا را نگاه کن. بازی افریده سر کلش پیدا شد. سلام خانم. سلام علی جناب. صبح خیلی. این چه لباسی؟ لباس راحت و بدون تشریفات. میخوام برم گردش. صبحانه؟ نه اشتها ندارم. دکتر خبر کنم. من که مریض نیستم. علی جناب عصا، کلا، دستکش دارم خانم. با خاک به سرم. مردم چی میگن؟ علی جناب با این لباس؟ چی کار میکنی؟ سینه باتری شور شده اصلا به تو چه مربوطه؟ مجبوری اتومبیلم خراب میشه انقدر دستکاری شده. نفهمیدم مثلا تو میفهمی؟ تو محافظ علی جنابی برو دنبالش پشه لغتش نزنه. علی جناب اومدن. من خودم تنها میرم. خودم تنها میرم. پس من چی کارم؟ ای وای رفت. سیر باتریش هم شله. برو دنبالش مثل تو جاده خاکی گیر بکنه. من برم. نخی پس من برم. بله تو باید بری دنباله. برو با جیپ ما برو. ماشینه علی جنابه؟ بله، خوده. چی؟ نری جنابه. چینه علیه؟ پیشکش خانم. خوب، چه دست و دلباز. پیسه خلیفه میبخشی؟ ببینم تو راننده. من؟ بله بله، من راستم. خودش کجاست؟ خودش؟ چی اینجا؟ نه خیر، نه خیر، تو هتله. چقدر حقوق میگیری؟ حقوق؟ بلا، بد نیست. دلت میخواد هرچی آرزو میکنی داشته باشی؟ البته مخصوصا خیلی دلم میخواد یه نفر منو واسه خود داشته باشه. خودم خوشگله. عالیه. اگه گوش به حرفم بدی هم پولدار میشی هم میتونی منو داشته باشی. میگه چیکار کنم؟ منو با اربابت آشنا کن. بله خب باش. اگه اربابت منو ببینه عاشقم نمیشه؟
حتما میشه. خب منم میشم زن اربابه، بعد هر چی که تو بخوای بهت میدم. خیال کردم واقعی منو دوست داشته باشی. در دنیا فقط یه چیز دوست داشتنی وجود داره، اونم پوله. پول؟ نه من که قبول ندارم. تو قول دادی جونم. خب حالا باید چیکار کنم؟ منو میذاری تو این ماشین، میبری پیش اربابت، میگی تو را با من تصادف کردی، باقیش با من. اربابم؟ باشه، عوضش پول داره. آخه یه چشمشم بابا قوریه. قصه این چیزا رو نخور. دست و پا چلفتیه. اگه یه تیکه گوشتم باشه چون پول داره عزیز. خداحافظ. خداحافظ. عجب تیکه مامانیه. این چی بود؟ چی بود؟ حالا کجا بود؟ کجا اومده؟ کجا میخواست بره؟ قربان تعظیم عرض میکنم. چی شده قربان؟ ماشین خراب شده؟ افسوس میخواد. حتما چشمش به این زرق و برق افتاده. منو میخواد. بد نگفتی. تو رو میخواد. پس من برم دوبارش قربان. نه گوش کن، تو باید بشی عالی جناب. من غلط میخورم قربان. عیبی داره، من حوصله قرقر اون افریته رو ندارم. باشه خودم درستش میکنم. قربان اجازه بدید من صورتتو زیاد پاک کنم. اینجاش خیلی بده قربان. حرارت آب دهنه من 25. برو بالا تو بهت بگم چیکار بکنی. قربان جای من اون پشته. گفتم برو بالا. از جیبو چیکار کنم؟ یکی رو میبره. پس اجازه بدید بس این باتیش رو سفت کنم. خیلی خب برو. اینطور وظیفه خودتون انجام میدید. عالی جناب صبحونه نخورده، کسی همراهش نبوده و خودش پشت فرمان نشسته. کدوم گوری بودی؟ آزاد؟ آیو؟ همه شما امروز مرخصی. برید و تا غروب هم حق ندارید برگرد. برید گرشید. کل زود باشید. کلا. منم باید برم. برو. یلا. چه اینطور دستورم نیست؟ دستور دستور عالی جناب. عالی جناب شما رو حساب فرمودن. الان مربر جون همین الان خدمت میرسه. خجالت بکش. دستور دستور عالی جناب. عالی جناب همه شروع برخص کرد. خیلی خب بیا چرا ببینم. بله قربان. به این لباسه رو بپوش. ببینم قربان به زحمتش میارزه. خوشکله. بپوش حرف زیادی هم نزن. باشه قربان. میگم اگه یه روزی خاطر خواهی من شد تکلیف من چیه؟ بپوش. بهش گفتم یه چشمش بابا غوریه. چی؟ بابا غوری؟ بله باید یه چشمتو ببندی. از این گذشته گفتم یه پاتم چلاقه. دست شما درد نکنه. کلم بزنم. یه دست تو نصف بدنت هم افلیجه. پس بفرمایید قربان بنده یه باریکی چهار چنگولی بشم. آه آره آره همین خیلی خوبه. خاک بگورم. چرا تو لباس یادی کنم؟ من از این میترسم. بگو نه اینجا ببینیم. چشم قربان میام اونجا. من میرم اونو میارم، تو هم اینو دکش کن. آره جرام میگم بهش بو خود چه خوب بسازه ها. برو کنار. چشم بابا دیوونه شدم. منم مثل تو. آخه چی شده؟ رو تو بکن اون بر میخوام شلوارم عوض کنم. مگه نمیدونی؟ نه نه ترسیا میخوان عالی جناب رو بکشن. چی؟ مگه نمیبینی؟ من دارم فداکاری میکنم. من دارم این لباسا رو میبویم یارو من عوض عالی جناب اشتباهی بگیره. خانم جرم. تو چقدر خوبی تو این دفعه خیلی خوشگل شدی. خب پس بیا بیا کمک کن اینو ببوشم. ببینم یالا پس من چیکار کنم؟ آها به محض اینکه صدای بوق اتومبیل شنیدی فورا میری اتاق آخری قایمش. مگه قاتل میاد اینجا؟ پس چی؟ چرا به پلیس خبر نمیدی؟ آخه هنوز معلوم نیست کیه. قیافش چجوریه؟ آه قیافش نگو و نپرس. چشماش مثل دو کاسه خون. سیبیل از بناگوش دارم. کله گنبد دبا. گردن مثل شاخه چرا. آخه
گرفته. بابا این پوچه یه خودو گوشات هر یار من بپوشم. چی؟ بودو جلو من سلام بودو بودو برو اتاق آخری من چون بودو جلو بودو خودم ایبی ندار همینی بپوشم. الان میاد بیرون حاضر باشه. سلام آره جناب. پسر تو اینجا چی کار بکنی؟ با یه خانم تصادف کردم. میخواستی برش بیمارستان من دکترم. خب آوردنش اینجا دیگه. خوشگله. قربان یه نگاهی بهش بکنی. جوونه. داره قربان. جانم قربونش برم الهی. پپر معصوم چه نازه. اوه 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 زیر چشمی چه خنده خوشگلی میکنه. نازه تو برم. خیلی بیا ورزه میزنم میزنم ها بیجرم بیرون بیا نتر کنم بیا من کجا هست تو بغل خانمون حالتون جا اومد میتونین را برین چطور شده چیزی نبود یه گیلاس آبخونک حالش جا میاره اجازه میفرماییم ببرم دستت بکش من خودم دستا چلوختی هم پسر زن جوان و زیبا برای مرد مثل من خوبه برو بسات آبخونک آزه کن یالا ششواله جانم دو دو دیگه منو لک کردی جونم بایست برش بریدوش بیا جونم حالا اینجا یه بردی بشین خستگی در بیره آره جانم بیا اینجا مثل خانوما بشین اینجا جانم شما متأهل هستید؟ من خانم جون از بچگیم هم بچه اهلی بودم هم سرده. نه منظورم اینه که مجرد هستیم یا نه. اصلا از جربت هیچ خوشم نمیاد. میخوام بگم که هم سر یعنی سرش مثل سر من باشه. نه این سر فقط تک. توی خونه شما زن هست؟ او فراوو گی سفید منشی عمه خاله همه چی. خودتون زن دارین یا نه؟ یه سی چهل پنجات عقدی دارم دوی سی تا سیغه سه چهار هزار تم اصلا همینطور دورورم میپره که ترخوش کرد. شما چقدر با نمکی آی پسر نمک بیاری تفتر خیلی ترسیده. چشم یک پدری ازت در بیارم کجا درد میکنه دیگه خوب شدم چشمتون چی شده این تو این جنگ آخری اینجوری شده یعنی یکی رو دو میبینی یه خورده کمتر یعنی یکی رو نسیه آجتا بشو بیا چشم قربان بجون بیارزه ای میگه چشم را بیا تونتر آره بشو ای ببری آلی جناب این افریته تو رو بچه ننه بارو دوز آلی جناب ارده دو تا گیلاس مشروب آوردن رو نداره برو بوم شما بذار رو میز چشم ببینم دلت میخواد یه رقص عالی تماشا کنی پس حالا تماشا کن میخوام
میخوای چرا نمیخوای دلبر خوشرو نمیخوام کمون ابرو نمیخوام جوون کمرو نمیخوام پس چی میخوای اوه پس چی میخوای دلم میخواد تیر باشه زشت و زمین گیر باشه صاحب پارک و دل جنبی تیر باشه بیدم الهی که قربونت برم الهی که خودم فدات بشم الهی که قیمه و قربت بشم بیا بیا وحشی بیا نه ازدواج نمیشه نمیشه وای به حاکم گفته میشه آخ بخون آقشته میشه وای قاطی آشرشته میشه دو انکه تو وزق بشت تو دست رخت تو مدبخت تو خوشبخت تو بسر سخت تو بیر رخت تو روی تخت دارم رام لا 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 دارم دیپر دارم دارم ببینم دلت بخواد باید ازدواج کنم چی؟ همین الان ببینم اما نه حالا آمادگی ندارم باشه برای فردا فردا چه ساعتی؟ فردا؟ آلی جناب میرفتم دنباله والا حالا آلی جناب کلشون گرم و متوجه نیستن که چی میگن فردا خودم میام دنبالت عجب که این آلی جناب بازم میل بفرمه رو دربسی نکنی نه جون شما بستم میترسم سقل سر چه گفتی میخوان آلی جناب رو بکشم؟ بله چه قاتل حیدایی چشمات و کاسه خون از بنا گوشتر رفته کله گوبت دوار گردن مثل شاخه چنار یه بلای سرت بیارم که خودت هست کن دست تو مار بزن زن دیلی قابل زندگی نیست اتفاقا خیلی بانمکه چی رو بانمکه؟ با اون چشم کور و دست پای افریجش نگو تو رو خدا بانمکه باز میگه بانمکه آخه اون تو زندگی چی داره؟ پارک و ویلا و جواهر و پول لذت جوانی و عشق چی؟ عشق رو میشه از آزاد خرید منم این معامله رو کردم گوش کن برای آخرین مرتبه خواهش میکنم اشتباه نه به خدا پول زیاد آدم از زندگی بیزار میکنه اگه تو عشق منو بپذیری من که مفت و مجانی نمیتونم عشق تو رو قبول کنم تو چی میخوای؟ میخوام منو به خاطر خودم دوست داشته باشی و با هم زندگی کنیم تو دیوونه فکر میکنی که من میتونم از پول و ثروت اون عالی جناب بگذرم؟ شانس بزرگی به تو رو کرده جوانی مثل من طالب عشق توه مطمئن باش اگه با من ازدواج کنی پشیمون نمیشی ازدواج نکرده پشیمون شدم کار خودشو کرده داره به عالی جناب بیه متاسفم راهه آفرین خوب تورش داری هیچ فکر نمیکنم به این زودی را بیاد چی رو را بیاد؟ خوندم، رقصیدم، اشبه اومدم تا این پیرسگ این رو به هوس رو بردم از کی حرف میزنی؟ از عالی جناب جونت اما اهل حاله یه چشمی پیرسگ چیه؟ عالی جناب دیگه باریکلا چی داری میگی؟ عالی جناب همون بود که پرسید چی میگی بابا؟ من اونو میشناسم چی؟ عالی جناب؟ اینجام یخمون نگرفت باید بریم تهرون یه فکر دیگه ای بکنیم
امیدوارم که تعطیلات کمال دریا خوش گذشته باشه. ای بد نبود، ولی دیگه از این زندگی تشریف خسته شدم. عالی جان، همه آرزو میکنم که به جا باشم. منم آرزو که یادم معمولی باشم. الحال نمایندگان کمپانیای خارجی همه این رسند. چقدر خوب بود که برای به کشتی و هواپیما یه عشق ساده و بیالایش پیدا میکردم. عشق های عالی جناب، چه خبرت؟ سر صدا را انداختی عالی جناب، چیه؟ مگه خبر نداری؟ میخوان از عشق های عالی جناب فیلم بگی؟ دارن دنبال یه هنرپیشه میگردن که رول اونو بتونه بازی بکنه. ببینم راجب اون دخترم چه؟ بله با عکس و تفصیلات مفصل یه روز داره بینه. عشق های عالی با عکس و تفصیلات بقلابه یک کرانه بخر و بخون آقا موضوع مهم یک کران. چه خبر خانمو؟ یه موضوعی که حتما باید عالی جناب رو ببینم. به هم مرتبه گفتم این آسانسور خصوصی از اون یکی برو. کار فوری دارم. مثل لا بود ندید بدید آسانسور چی؟ عالی جناب کجاست؟ عالی جناب کجاست؟ جناب کدوم اتاق؟ سلام عرض کنم خانم. خیلی معذرت خواهم، ممکنه یه سوالی از شما بکنم خانم؟ ببخشید، میخواستم ببینم ممکنه که فقط به اندازه 10 دقیقه قربون جفتتون برم؟ نگاه کنید با شما. من گفتم عالی جناب بالا، تو داری میری پایین؟ حالا چرا داد میزنی کارمند خوابم؟ عالی جناب طبقه هفتمه. شدم 7 طبقه زیر زمین، 7 طبقه رو زمین. بابا هم شهر عشقی بیشتر دید. پتی عالی جناب کجا؟ کدوم گوری رفته؟ چه خبره دیوونه؟ 100 دفعه گفتم این مسخره رو بیرون کنی. نفهمیدم من مسخرم؟ چی شده؟ عالی جناب شما که آبرو ما رو بردی، آرتیست شدی رفت. دهنت بغن، یه بریم تو اتاق. یه برو برا احمق، یواشتر حرف بزن. خب بگو ببینم چی شده. اینو بخونی، میخوان از زندگی و عشقهای عالی فیلم برداری کنن، یه آرتیست هم میخوان استخدام کنن. چی؟ پدرشونو در میارم، زندگیشونو به باد میدم. خب بده. شما برین اون نماینده رو را بندازی. بسیار. بله. میخوان از زندگی و عشقهای من فیلم برداری. بله. واقعا مسخره است، من که ندارم. میدونی چی عالی جناب، باید به صورت ناشناس رفت اونجا. بریم اونجا چی کار؟ میرم اونجا باشون صحبت کنیم دیگه، راضیشون میکنیم. اما شما باید این لباساتون رو عوض کنین. مثل این که بعد بله نباشه. گفتی به صورت ناشناس ها؟ تو گویم
آتشم بیا بیا. معاملاتون کرده بود هالیوود با تمام معذبتش نمیتونست اونو تهیه بکنه. من خودم نوشتم دکوپاشم همین الان اینجا هست. اینه هشه. خیلی عالی. یه جایی دیدمش. خدایا تو خواب دیدم. تو رویای شما؟ چه سعادتی. سلام علیکم. چی اومدی آقا؟ اومدی فیلم بازی. من میخوام فیلم تارزان با کلیه قوا درست کنم آقا جان. تو تو روزنامه اعلان کردین آخه. ما چه تفکری؟ من چه میدونستم شما؟ نه مثل اینکه بد نیست. میذاری میشه غزل بخونه. آقا جان ما یک نفر رو میخوایم که رول عالی جناب رو بتونه خوب چه ماد عالی جناب چند تره خیلی چیز آقا جان دیگه جان من هیکلش که خوبه قیافش هم به میلیونر هم بفرمایی دارم سلام خود میلیونر کی کی باز پسر جون برو درس تو بخون آخه تو رو چه به این کارا آقا من علاقه دارم برو جان من آقا دارم برو دنبال درسه برو خم شم آهای آهای پیره من با تو هم تو اومدی اینجا چی کار میخوام بازی کنم بازی کنی چی چی رو بازی کنی بله من یه دفعه دیگه چند وقتی جای عالی جناب بازی کردم یاد کنی خیلی عالی بود بازی کرده من یه تو بازی کرده خاک دارم دیوونه میشم آدم همه سرمایه‌شو بذاره تو یه فیلم دنبال هنرپیشه بده آخرش هم پیدا نشه اون یکی میخواستی من پیدا کردم خیلی هم شبیه عکسشه بیان بریم اون آیشش سوش آقا بیا مثل اینکه شبیه آیشه ببینم اول من بفرمین ایشون هستم خب آقا چی کارن؟ من؟ یه لات آسمون جو مگه؟ آخه ما با همین خب به تو چه؟ آخه من آوردم خب به اون چه؟ آخه ما همیشه بشه خب آخه به تو چه؟ آخه تو چی هستی؟ بگی به تو چه؟ اصلا تو خودت چی هستی؟ ما با شما کار نداریم ما با این آقا کار داریم آقا جنگی خود را برو بینم صحب کنی بینم کلاه و دستکش تعلیمی نمیخواد راست میگه اگه تعلیمی و دستکش و کلاه سیلم داشته باشه میشه خود عالی جناب آره آره پیرمرد خوشمزه اختیار داری خوشمزه از خودتون از کار به همه آقایون بگو تشریف ببرن ما اونی که میخواستیم پیدا کرد آهی پسر یه تست از این عالی جناب بگیر پسر خودتی تست میخواد چیکار بکنه مگه نمیبینی خودشه راست میگه دیگه با تو من یک قرون نزول پوهم فیلم زیادی نباید مصرف کرد چی میگی آقا جان من ده همین حرفات که فیلم کار نمیکنه کار کردن و نکردن فیلم اصلا به این چیزا ربطی نداره برادر من داستان باید جالب باشه پس فیلم برداری بنده کش که باید میگه آقا چیه آقا عکاس سر خیابونم میتونی بیاد کارتو رو بکنه مگه تو فیلم برداری رو تو ناف هالیوود گرفتی اصلا این حرفا رو بذار این کنار از فردا باید جارو جلجال مطبوعاتی رو راه بندازی چی به جان مبارکتون قسم من یک شاهی از این پولا نمیدم نمیخوام تعطیلش بکنم تو هنوز که فیلم شروع نشده شما اینقدر داد و بیداد میکنین حالا بیاین بریم شام بخوریم بعد آهای قربون اون دهنت برم روزی بزرگه روزی کوچولوی منو قرقی خوردی به بنازم هی با این قد چه شکمی داره یاور قضام نباید خورد داستان باید جالب باشی چونی میگن البته که داستان جالب باشه اگه داستان جالب بود اون وقت فیلم کار میکنه ما پولدار میشیم تو هم هر چقدر میخواییم بلاخره چی کار کنیم بذاره بهش تو فیلم یاره آره بابا صداش کن بیاد کافه یه جوری سنبلش بکنیم من دو خوش میکنم دو خوش شما از این ساعت جزو ما هستیم بریم قضا بکنیم اینو گل گفتی خانم به من افتخار بدین که در هتل هیلتون از شما پذیرفتم آفرین نقش خودتو خوب بازی میکنی نقش ببین جونی
اینجا یه کافه است که ما از صاحبش پول قرض میکنیم. شامونه هارمون اونجا میخوریم. هر وقت پول داشتیم بهش میدیم. تان دیگه بلخرجی نکن. بیا بریم. ببینم قربان ماشینی چی کار کنم؟ پشت سر ما برده بیار. حالا دیگه پشت سر شما بردارم بیارم. نگاه کن چجوری باش گرم گرفته. دختر با محبتیه، مرده کارش هم هست. پس این شام ما چی شد؟ چی شد؟ امشب مهمونم دارن، چی کار؟ هر چی میخوان بهشون بدی، فردا میرم حسابشونو میرشم. خانمو، برشه رو بایستدی؟ بهشون چشم. من دل به تو بستم، چه گلا چه گلا، دل 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 برده ز دستم، از وجودم فدا چم فدا، کی فکوله الهی بگردم به دور کفکوله. چرا من چرا من 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 دل به تو بستم. تو جیبه تو پوله برات هر جا بخاره بخاره همونجا کنه اسکل میباره. بازی در میاری یا خانمو دی خانمو خانمو آی جس تو بزر باش تو دست بست تو تو مطبخ ببینم خوشکله منو میپسندی یا نه؟ نه مگه من چه ایبیدم؟ اگه پول دار بودی جونی هیچ عیبی نداشتی جانم. تو با چشم دنبال آریجنابه ها؟ اونو دیگه بیش کن. میدونی آریجناب عشقشو پیدا کرد. اون دختر هنرپیشه رو میگی؟ خب هنرپیشه باشی مگه عیبی داره؟ اصلا اونو رو ما چی کار داریم؟ گفت میپسندی یا نه؟ ازت بعدم نمیاد. پس دیگه کار تمومه. متاسفانه هنوز نه. دیگه چرا؟ زدم خواسته یه پول بونت بره بخواه آره جناب هوا پسه چرا؟ اونا هاشه اونا شه بری بخورم.
بایستا باید خدا محکم بزن آب باید کلا جو میگی برای شد تو چه برای نیسی دعوه کنی به مجبوری آج بچرم شد تمام شار و زندگی ما از بین بوشه بس اینکه زخمی شدی چیزی نیست اهمیت نداره خانمو کو رفته ماشین بیاره از کجا ماشین بیاره این ماشین مال کی مال یه بنده خدا به این کارش کار داریم زود بیاییم بالا برو این بچه ها چطور شدن گیر نیفتاده باشن نه اونا رفتن بیرون من خودم دیدم ایشون پس چرا باید شدن با هم بریم برای فرار احتیاج به کارگردان نداشتن میبینی که من دار نیستم ولی من هر طور شده پولدار میشم ببخشی ها میخوای چیکار میخوام که راستش آری جناب آری کنه که زندگی مجللی برای تو فرشته زیبا درست حالی جناب لابو توی فیلم او نه خیلی متشکرم عالی جناب من از همین زندگی ساده خودم کاملا راضی هستم راستی شما تنها زندگی میکنید آره تنها هستم اینه بده من اینقدر حرف نزن تو که از زیر بوته عملی نه مادر و پدرم وقت پیش مردم خودم کار میکنم ببینم بهت میدم آره یک گردنبند برید با یک کلیه الماس که تنها یادگارم بود فروختم گذاشتم تو این فیلم و شریک شدم بریم آری جناب اون مادر فولاد فهمی پوس از کلمون میکنه آخ راست بریم بریم دل خدافز خانم خدافز یادت نره ماشین مردم حتما بذاری سر جاشو چشم قول میدم خودم ببرم سر جاش بذارم یقمون اگه پیرنم پاره میشه اگه قبلا گفته بودی اونا تو شمال زن آوردن تو خونه من نمیذاشتم کار به این جهه بکشه این حقه بازان نقشه کشیدن که از عشق بازی های عالی جناب فیلم برداری کنن خانمو هم با عالی جناب رفته تمامش تقصیر این خانموی حقه باز اگه گیرش بیارم میدونم چی کارش بکنم ولی حالا چه میدونم کجا رفتم تا این وقت شب سابقه نداشته بیرون بمونه باید یه کاری کرد بله ولی چه کار بریم پیش خدمتا رو خبر کنیم برن دنبالشون غیر از این کاری نمیتونیم بکنیم ای داد بیداد عالی جناب در رو بستن باید طوری بریم تو که هیچ کس نفهمه برو در رو بست کن کلیدم کجا بود یه دقیقه کن عالی جناب باید از دیوار بریم بالا چرا از دیوار برم بالا نه خیر کار شما نیست من خودم باید برم در رو باز شد ده خیلی خوب برو بشین پشت ماشین برو ماشین بیار خیلی خوب ده گفتم برای ماشین بیان به خیلی خوب تو به همه جهت میگیره خیلی اونو باید مام جهت بگیره عالی جنابی باید خواهدی یواشا یواشا مواظب باش بابا یواشا برومو میره خیلی که خدا گفتم یواشتر شب بخیر علی جناب معلوم میشه امشبتون خوش گذشته بسیار خوب فعلا این راننده حقوق بازی ببرید حبسش بکنید تا بعد خودم تکلیفش معلوم اول تکلیف فیلم هفت شهر عشق رو معلوم کنید که دارن زندگی علی جناب تهیه میکنن بعد کارتون گفت کنید یالا ببینم برای بیا فیلم یالا چی شده علی جناب چرا صورتتون زخمی اگه فداکاری خانمونه بود امشب منو کشته بودن یه دفعه تو شما علی جناب از خطر نجات دادی بله قربون ما اینی بابامون جان بفرمایید بریم من خیلی خستم بالاخره تکلیف ما چی شد داخل بشیم یا خارج بشیم نه برو استراحت کن فردا خیلی کار داریم و شما خانم تا فردا صبح پیش از این که من بیدار بشم باید یه گردنبند مروارید برای من تهیه کنین البته از نوع عالی بسیار متشکرم
یه نگین عربازم باید وسطش باشه. بریم برو اون وقت. متوجه شدی امو جون؟ هر طور شده جشونو میگه. به هیچ وجه نمیزم از زندگی شما فیلم برداری کنم. آخه نمیشه جلوی کار مردمو بگیری. باید فکر اساسی تری کرد. یعنی چه؟ من یک عمر برای تو زحمت کشیدم، تو رو بزرگت کردم. دلم نمیخواد فامیل مادر تو فکر کنم که عالی جناب یک مرد عیاش و هرزه‌ایه. ولی امجان فراموش نکنیم که من جوونم و هر جوونی هم آرزویی داره. چه آرزویی؟ تو هر چی آرزو کنی اموجون من برات برآورده میکنم. تنها عشق که در اراده آدم نیست. با این ثروت و عنوانی که شما دارین به هر زنی نباید دل ببندی. دل در اختیار کسی نیست اموجان. من کسی رو میخوام که منو واسه خودم دوست داشته باشه. ای دنیای روشن، ای عشق و رایا، شور هستی من از تو شد پیدا. نقش آرزوی سراپا امیدی، در شام سیاهم به رویا چون صبح سفیدی. ای رویت بهارم، امیدم قرارم، تا به آن ندارم که بی تو یک شب به سرارم. شده ام تنها، شده ام افسانه در این دنیا، شده ام. ای روی براو، آفرین، عالی بود، احسنت، واقعا که تو نابغه هستی. این آهنگو من پیشنهاد کردم تمرین بکنه، بذارش تو سناریو. دیگه کار ما به جایی رسیده که همه تو سناریو دخالت میکنن. حالا مگه چی شده؟ نفهمیدم کدوم سناریو، ما که چیزی ندیدیم. مگه باید سناریو فیلمو نشون تو بدم؟ کار تو اینه که هر جایی گفتم دوربینو بذاری، هر وقتم گفتم کلیدشو بزنی تموم شد رفت. چی؟ همین. بله همین. میذارین به کارمون برسیم یا نه؟ من چقدر احمق بودم. من چقدر احمق بودم که پول بی زبونمو دادم دست شما ژوندارا، حالا باید دنبالش بدوم. به به جناب آقای پول پرست، خوش اومدین، مشرف فرمودین. واقعا چشم ما روشن، چه عجب از این طرفا قربان. آقای پول پرست قربون اون قیافه سکید برم، چطور شد کافر بل کردین اومدین سر وقت ما ها؟ کافه؟ کدوم کافه؟ دیگه چیزی از اون کافه باقی نمونده. دیشب 10,000 تومان به هم ضرر زدی. 10,000 تومان؟ بله 10,000 تومان. 150,000 تومان هم قبلا بهتون دادم، 10,000 تومان هم مال آتش بازی دیشبتون، رو هم میکنه 106,000 تومان. بله اولا ما دیشب کاری نکردیم، ثانیان شما همش 25,000 تومان به ما پول دادی، اونم قصد حلوا جزی، یعنی 1,000 تومان 1,000 تومان، بقیهش هم که نزولشه. کلاشج امروز حسابتون رو تشکیه نکنین بساطتون رو میریشن به هم دیگه. دوربین مواجه باش بجن، اینقدر سخت نگیرین آقای پول پرست، یکی دو ماه مهلت بدین تا این فیلم تموم بشه. تو چرا بی خودی خود تو خاچی میکنی؟ کیه؟ هنر پیشه است، نقش عالی جناب بازی میکنه. آها پس خیالاتی شدی، فکر میکنه خود عالی جنابه. بابا برو برو پشر کشک تو بشاب. گفتم چقدر از اینا طلبکاری؟ میخوای شکار؟ میخوام بدهیشونو بدم. میخواد بدهکاریتونو بده، خب بدی. زود باش حساب کن ببین قیمت کافه و خونه و زندگیت با طلبایی که داری چقدر بشه. صحنه قشنگیه ها. چیزیش قشنگه ها؟ شما باید برین دارالمجانی تا یه شات دیگه مامورین اجرا میان همه این اشاشیه رو ضبط میکنن، خودتونم میگیرن میندازن تو هول افتونی. ولی متاسفانه ساعت دیگه تو این شهر نیستی، یعنی بیرونت میکنم. برو، بهت قول میدم. برو برو تلفن کن، مرد هر چی چک و ثبت دست مردم داره جمع کنن. خب برو. الو پیشکار حالی جناب صحبت بکنه. نگاه کن هستم خرید. آره جان از تمام چیز و سبته هاشو بخرید، از اون بخرید ها؟ ایل و تاوارش هم بخرید، اصلا اعدامش بد 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 کافه شو. ایلو ببین مگه تو دیوونه شدی؟ چی رو دیوونه؟ دمارش روش کارتون در میاره. من میتونم یه کاری برای شماها بکنم. چه کاری؟ اون دیگه به شماها مربوط نیست. من یه آدم خرپولی رو میشناسم که میتونه بیاد اینجا. آی پس قربونتم، دستم به دامنت، زودتر این کار بکنم.
اما این کار یه شرط. چه شرطی؟ شرطش اینه که منم تو این دستگاه شما یه کاره بدم. خب میدونم چی کار کنم، میذارم پیشکار عالی جناب. من میخوام جز این دست شما بشه. بسیار خوب، اسم تو مینویسیم تهیه کنم. اینم نمیخوام. من باید از این سوراخی نگاه کنم. بله بله، مگه کلید زدن دوربین کاری داره؟ نه، کلیدش هم خودش بذاره، من فقط نگاه کنم. آقا جون هر چی ایشون میگن باید انجام بدیم. گرفتار بیرون مگه هر مال خوبی رو تو باید نگاه کنی فیس. خیلی دنبان چطور شد خانم؟ حاضر قضا مچکر. بالاخره دست از این بازی ها بر میداری یا نه؟ میخوای آبروی خانوادتو ببری؟ سلام عرض کنم قربان. سلام و زهر ما، همه این کارا زیر سر توه. چرا من عزیزم دل به تو بستم. باریکالله تو هم تند به تنه عالی جناب قربان. اگر اجازه بفرمایید راهش اینه که شریک بشین و نصف بیشتر سهمو بده. بله وقت هر چی بگین میگن چه. بله همین یه کارمون مونده. آره عمو جون بیا اینو قبول کنی. بسیار خوب، اینم به خاطرت. منم باهاش صحبت کردم، یارو ساب استودیوی تا اینجاش زیر قرضه. چیزی نیست عزیزم، فقط شما خریدم. آخه بدلیه. راستی که قشنگه، چقدر شبیه گردن بند یادگار مادرم. یارو پول بره رو اردم یکی شریک بشه. عمو جون عمو عمو جون کیه؟ 1,000,000 سرمایه این فیلم تأمین شده. ما چندان احتیاجی به شریک نداریم. پس منو برای چی بود؟ اجازه بفرمایید قربان، اجازه بفرمایید الان خدمتتون عرض میکنم. اینه بده به من سرمایه قربان، هرچی بیشتر بترید. در صورت آخرین حرف من اینه، من حاضرم 51% با شما شریک بشم. اینقدر لفتش نده. چی بگم؟ قبول فرمودن قربان. قیافه شما یه جوریه که آدمو میگیره. باشه هرچی که شما بفرمایید قربان، ما قبول داریم. مبارکه انشالله. مبارکه. بله انشالله مبارکه. حالا یه دقیقه اجازه بدین الان میام خدمتون. چی میگی جانم؟ چی میگی؟ چی رو مبارکه؟ مأمور ایتو دم در منتظرته. چی کار کردی؟ عزیز من یه دقیقه آروم باش، من الان پولتو میدم. برو تو استودیو همونجا که فیلم برداری میکردیم باشت الان میدم. من نشول پولام هم نقد و جیرینگی میخوام. باشه چشم کنم دارم، حالا تو برو. معذرت میخوام. خب حالا ما ریشمونو میذاریم در سرکار. بفرمایید. من پول قرض میکنین گردنبند 30,000 تومانی میخرین؟ چی میگی بابا این بدلیه؟ آره تو بمیری بدلیه، من خودم جواهر شناشم. آره چقدر خوب میشناسی. من اینو 25 تومن خریدم. من 20,000 تومن پولش میدم، هرکی این گردنبند رو بخره خره ده بخره. آقا شنو پوش بفرمایی بفرمایی اونجا نیشی. طلبکارین آقا؟ چقدر طلب کنید؟ در حدود 100,000 تومن. همچین خوده یعنی 150,000 تومنی با خشارت کافه میشه 160. بیا اینم 160 تومن بگیر و فورا از اینجا برو. خیلی متشکرم قربان. بیا این آقا شکارش شجدی که استودیو. من میخواستم با شما شوخی کنم، والله این پولا قابل شما نداره. خواهش میکنم آقای پولپرست پولتونو بگیرید، قابل بکنیم بذاریم به کارمون برسیم. بگیر پس آخه من این پولا رو چیکار کنم؟ به چی بدم؟ من چه میدونم، بالاخره یه نفر پیدا میشه ازت بگیره. این اقلا یه ما طول میکشه. من نزول این آردنگ بیرونت کنم. اون گردن بند 22,000 تومانم میخرم، پولش بدم. نخیر بفرمایید بیرون کار داری. خب بچه ها تمرین رو شروع کنین. شهلا جون کجا داری میری؟ مرخصی گرفتم، عروسی خواهرمه، باید برم. خب انشالله به سلامتی و مچکر. الان باید برم سر عقد، هنوز وقت نکردم برم یه کادوی کوچیک براش بخرم. بیا اینو ببر بهش بدیم. اونم مچکرم، این خیلی گرونه. نه 8 تومنه، این آقا برام خریده. ممنونم، خیلی خوب عزیزم، بگیرم پولش. مرسی. بی خود دادش به اون. بیا پولشو بگیر یکی دیگه برام بخر. چیه چرا اینطور زلزله به من نگاه میکنی؟ ای داد بی انصافا، هیچ فکر مردمو نمی کنم. مگه چی شد؟ این چی انداختی گردنه؟ خب جواهره دیگه، مگه نمیبینی چه برقی میزنه؟ ای کار اون زن خدا رحمتش کنه، 25 روز به گردنش بود، سرطان پوست گرفت و مرد. بندش این دستمال.
این گردن بند سرطان پوست میاره. با خدا جیم چی کار کنم؟ 25 تومن پولشو دادم. 25 تومن پول اینو دادی؟ آره. چرا دادی؟ بیا بیم 25 تومن بگی من دلم نمیخواد تو مثل زنم جوان من بیشی قربونه شکلت برم. خدا اون بیشی قربونه شما داد نزدیک بود 25 تومن سر زابرا. عجب پسر خنگیه. نه خیلی فایده نداره، چند قدم راه برو ببینم. نگاه نشد آقا جان من نشد. عالی جناب که اینطوری را نمیره. پس چطوری را میره؟ به من نگاه کن. دیدی من که اینطوری را میرم؟ بابا این کیو دیگه؟ این که نبالده را بره، نبالده برقصه، نبالده آواز بخونه. آقا جون منو چه بذاریم ببینیم اون چی کار میکنه؟ نه آقا همین خیلی خوبه. بله بله اتفاقا نظر منم همینه. من که از کردم خوبه، شما بنده بید. بوش کن جنم. بله فکر کن که یه خانم خوشگل داره از اینجا رد میشه و تو میخوای نظرشو جلب بکنی. ببینم چی کار میکنی. افتاده جان خواهش بردی یه خورده جلوی آقا را برو. باشی سلام عرض میکنم خانم. اجازه میفرمایید بنده مستخرم ببری نشد. پس باید چی کار کنم؟ برای جلب توجه خانم جانم باید کارهای عجیب و غریب بکنی. مثلا چه کاری؟ من چه میدونم، مثلا صدای سگی، گربه ای، شغالی. بالاخره جانم یه کاری بکن. این که کار انسان نیست. یک هنرپیشه باید هر کاری رو بلد باشه که بکنه. آخه صدای حیوان که جلب توجه نمی کنه. آقا جان من این فیلم فیلم باید صحنه‌های جالب داشته باشه تا فروش کنه، وگرنه ضرر میکنه. آقا جان من بلد نیستم صدای سگ و شغال در بیارم. این رولو بدیم به منوش، اون رولو من بازی میکنم. بله نظر منم همینه، ایشون اون رولو بازی کنم. من به دامن قربان اون آواز میخونه میرخصه. خب اینم برخصه، اینم آواز بخونه. بله کش کش همینطور. من رقص عربی شی دیدم خوب میرخصه. آخه قربان ایشون چون شبیه عالی جنابه برای ایفای این نقش انتخابش کردی. عالی جنابم میتونه همه این کارا رو بکنه. 60,000 تومن پول دادم، 51% از سهام استودیو رو خریدم. چا میدونی چیه؟ اینجور که من حس کردم عالی جناب عاشق اون دختری که بهش میگن افسانه. فکر نمی کنید اگه براش زن بگیرید سرش گرم بشه و دختره رو فراموش کنه؟ یه زن مناسب اصیل ثروتمند و تحصیل کرده از کجا پیدا کنم؟ فعلا باید یک زن براش پیدا کنیم که سرش گرم بشه. فیلم ما بدبختی و گرفتاری داری فیلم تهیه میکنیم. نخور دیوونه میشی میزنه به کله. آه ترا بذاری من دیوونه بشم. آخه چرا؟ مگه چی شدی؟ من سال تو این کار زحمت کشیدم، رقص بلدم، آواز میخونم، ولی اونا حقم به کسی که هیچی بلد نیست. حتی اجازه نمیدن یه چیکشو بازی کنم، شاید منو بپسنده. منو جان ناراحت نباش، خودتو میدونی که ما مجبوریم هر چون میگه بگیم چش. راست میگه منو چون اگه شما کاری کنی چیه دفعه جلوش تمرین کنه حتما میپسنددش. تا این پسره هست شریک ما موافقت نمی کنه. من امشب باش قرار دارم بریم کافی شام بخوریم، شما میخوایی فرصت استفاده کنی. خوبه ما امشب این شریک پولدارمون رو ورش میداریم میبریمش کافه، شاید بتونیم یه جوری باش کنار بیایم. بیا جون اینم یکی دیگه بگیر. شکرم تو با این کارت منو شرمنده میکنی. چرا اینقدر رسمی حرف میزنی؟ راستی اگه یه چیزی ازت بپرسم راستشو به هم میگی؟ البته چرا نمیگم؟ تو هم منو دوست داری؟ تو رویایی من هستی. آه خدای من چقدر خوشحالم. راستی افسانه این همون گردنبند اولیه است، قیمت اونم 25,000 تومنه نه 25 تومن. 25,000 تومن؟ از کجا آوردی؟ این که رقم درشتی نیست. چی داری میگی؟ 25 میلیونش هم چیزی. خیال میکنی جلوی دوربینی؟ قبول دارم خیلی خوب نقش عالی جنابو بازی میکنی، ولی متاسفانه رقص آواز بلد نیستی. عالی جناب رقص آواز نیست که من بلد باشم، و تو الان داری با خود عالی جناب صحبت میکنی. گوش کنم سر، من تو اغلب کشورهای اروپا و آمریکا خونه و ویلای شخص، اگه مایل باشی میتونیم با هم بریم اونا رو ببینیم. میدونم لابا تیاره و کشتی هم داریم مگه نه؟ چی؟ تو از کجا میدونی؟ کی بهت گفته؟ بیر جونم بیر مشروب خونک و بخور حالت جا بیا. گفتم کی بهت گفته؟ ببینم نکن
کنه دیوونه شدی. تو اینجا باش، من الان برمیگردم. افسانه سب کن افسانه. دودین چیا میگه؟ همونه که تو از جیر نمیبینی مرگه تو. خیلی عالیه. آره بدکی از این بر از اون بر این این گمونم یه سر و سری بگیره تا هست. عزیزم چرا ناراحتی؟ حق با توست، باید به فکر چاره باشیم. اوه یه دکتر روانشناس. دکتر برای چی؟ برای تو، مثل که کم کم داری دیوونه میشی. تو اشتباه میکنی، صبر کن من بهت ثابت میکنم. دانم او اومدم بیرون شو ببینم. چرا هم چی بگونی؟ بگو که من کی هستم. به سرش زده خیال بود عالی جنابه. راست بگی بیا بخواب اینجا ببینم. چی کار داری میکنی؟ بخواب اینجا تا آب و هوای عالی جناب از سر بیرون کنم. من میخوام به این بگی که من کی هستم. الان بابا اعصابشم خراب شده با تا احمق جون، تو هم خیال میکنی من دیوانه شدم؟ نگفتم یک کمی خول شده. پسر این کارا چی میکنی؟ آره کنار. تو خیال میکنی برای سعادت در زندگی حتما آدم باید میلیونر باشه؟ نه جونم، به عکس، پول آدم از را به در میبره. پسر راست میگه دیگه. چرا خانوم، اگه آدم پول باشه از زندگی بهتر لذت میبره. تو رو به خدا اینقدر از میلیونر بودن حرف نزن. این حرفا رو بذار برای جلوی دوربین. چشم بیا بریم. بیا به زودی خواهید دید برنامه آیندهش هم بد میبینیم. را بیا خلوش خیلی بده. من چرا بی خودی دلم گرفته؟ اگه یه گیلاس بزنین دلتون وا میشه. نه حوصله‌اش ندارم. عالی جناب، شما امشب اختیارتون رو بدین دست من، کاریتون نباشه. خیلی خوب، کجا بریم؟ گفتم کاریتون نباشه، من که شما رو جای بد نمیبرم. دفع بدازید دفع. ارباب چه میدونم؟ همینجا ها اونها ها نگاه کن داره میشنگه. تو باید فکر اون دختره رو از سرش بیاری بیرون. آخه من هنوز این آقا رو نمیشناسم، نمیدونم چه جور آدمیه. یک جوون پولدار، خوشگل، خوشهیکل. حالا اومدیم و اون منو نپسندید، اون وقت تکلیف من چیه؟ باید هر شده نظرش رو جلب کنی. هر زنی از اخته این کارا برمیاد، علل خصوص تو. خیلی خوب، یه کاریش میکنم. بیا حالا به عنوان پیش قصد داشته باش. دلم میخواد دیگه به هیچ زنی نگاه نکن. بگیر بعد میگم کی بیا. بچه دیگه از این بهتر نمیشه. الان هر جفتشون مست مستن، برید بگیریدشون. اگه مقاومت کردن چی؟ ای بابا مقاومت نمی کنن. خانمو که کاری از دستش بر نمیاد. اون یکی هم که مست. آی همین یه کارتون باقی مونده. تو خجالت نمیکشین؟ تقصیر من نیست قربان، من اطاعت عام کردم. خیلی خوب کافیه، باشید واقعا خطاوره. خطاوره اینه که تو این دنیا هیچ دوست نداره که منو به خاطر خودت مگه افساده فکر میکنی. حالا برو بالا سواش کن، میخوام بهت یه مشتی. برو بالا یارو کارمونو خراب کرد. بارده هم میتونیم دیرشون بیاریم، فکرشو نکن. پس این یارو که نایمه، تکلیف ما چی میشه؟ شروع کن منوچ بازی کنه. دست را دار. بعد تکلیف اون شریکت چی میشه؟ عجله نکنیم، حتما الان میاد. قربان تلفن. الو؟ بله قربان، تعظیمت کردم. بله، عالی جناب فرمودم. و چون 51% از سهام استودیوی فیلمبرداری شما متعلق به ایشونه، باید فوراً امرشون رو. بله من از طرف ایشون خریدم. همه. بله عرض کردم همه. حتی هنرپیشه ها.
مخصوصا خانم افسانه را هم همراه بیارید. بله. هیچ راهی نداریم، باید بریم عالی جناب رو ببینیم. عالی جناب به کار ما چی کار داره؟ شریکم اینطور خواسته. چاره چیه؟ باید بریم. دوربینم هم بیارم. تو هم حالا وقت گیر آوردی؟ حالا موقع شوخی کردنه؟ را بیفتین بریم. بفرمایید. بریم. میدونی چی عالی جناب؟ این پول لاکردار بلای سعادت و خوشبختی. آره حق با تو. همیشه حق با من بود عالی جناب. اگه من یه آدم معمولی بودم الان معشوقم پیشم بود. بله خب. بله. زود باشیم بساطو جمع کنیم. چرا؟ من امروز از یک دختر خانم بسیار خوشگل دعوت کردم که به دیدن تو بیاد. دختر شایسته و با کفایتیه. به دیدن من بیاد. خانمو زود باش بود دوباره بیرون. بود. چرا بودم؟ یواش یواش ببینم دیگه. نمیدونم چرا من بود همش بودم. اب نداره. بفرمایید تو. خانم زهره رو به حضورتون معرفی می‌کنم. سلام. سلام. نگفتم حتما می‌خواستم. خانم عمو جان این خانم خیلی خوب حالا بیا برو بیرون. نمی‌دونستم که چی صدا. چاخانم. بیا. چرا گیت شدی دختر؟ جای خوبیه ها. ببینی؟ آره. دلت خون مال تو بود ولی زنده نبودی آقای کارگردان. برو بابا بالا آقای فیل بردار. پنج انگوش میشه یه وجه. سلام عزیزم. سلام عزیزم. خوب به موقع اومدیش. عالی جناب با نامزدشون هستن. گرچه اشکالی نداره. کدوم نامزد؟ این دختره رو بگیر. ساکت شو. بفرمید. ولی راستی که دختر زرنگی هستی. این دفعه دیگه عمومو گول زدی. این دفعه هم اشتباه کردم. نمیدونستم میام پیش تو. خیلی دوست دارم. ما عالی جناب واقعی هستیم. دیگه بهتر نمیشه. عالی جناب در نقش عالی جناب در فیلم عشقهای عالی جناب. کاش دوربینم آورده بودم ولی صحنه رو فیلم برداری میکرد. بسید که هوا پاسی چی؟ بفرمید آقا. بفرمید آقا. بفرمید خدا 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 هوا باری نیست. بفرمید شما بفرمید من بیرد دنبال. بازم بایستدی؟ دیگه چی از من میخوای؟ پسرم با یک دختر پاک و عفیف این طور رفتار رو میکنن این خلاف هست. وف باز این دختر اینجا پیدا شد. چی داری میگی؟ این همون زنیه که تو شمال میخواست منو فریب بده. به خدا داری اشتباه بکنی. من که بعد تو رو نمیخوام. قبول کن که اون تو رو دوست داره. اون شب تو کافه یادته؟ آره یادمه. معلوم بود که زهره باش رابطه داری. گفتم که اشتباه میکنی. اون زهره قربونش برم مال منه. میگیره بناش برو ازش بپرس. من برم ازش بپرسم؟ من چه حسابیه که هیچ کدوم از نقشه های ما عمل میشه؟ این دفعه نقشه جالبی کشیدم. چه نقشه؟ ببینم، گفتی عالی جناب این دختره یه هنرپیشه رو دوست داره؟ براش میمیره. پس این دفعه چطور؟ ما این دختره رو میگیریم میبریمش یه جا قایمش میکنیم. اگه اون واقعا بهش علاق من باشه، حاضر هر چی بخوایم به همون. بعد نقشه نیست. بیا تو. خانم. ها چی؟ افسانه خانم اومدن میخوان شما رو ببینن. بگو بیان تو. من میرم پشت پارامان قایم میشم. بفرمایید. سلام زهره. سلام افسانه جون. بفرمایید. عجب از این طرفا. حتما کاری داری ها؟ آره. خودت هم میدونی چیه. اومدم ازت بپرسم ببینم بین تو عالی جناب عشق وجود داره. ناراحت باش جونم، اینجور مردا که نمیتونن با یه زن بسازن. این چه کاری؟ ببخشید بشین راحت باش. اون چه بیتوزم میره؟ خب افسانه چطور شد؟ مرسی. تلفن زنگ میزنه. بشین من خودم جواب میدم. بله بفرمایید. خودم هستم. اگه به زندگی افسانه علاقمندی باید 200,000 تومان به آدرسی که بعدا بهت میدم بفرستی. حالا تا فردا وقت داری که فکر کنی. الو 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 کیو 200,000 تومان پول خاص
هستن که افسانه رو نکشن. این به جون شما کار این دختر زهرو هم دستاشه. پس همین الان برو پول بهشون بده. عالی جناب، این کارو نکنین. پس دیگه چیکار کنم؟ عالی جناب، میدونی شما باید یک گذشت و فداکاری کنین و افسانه رو نجاتش بدین. ولی افسانه بی افسانه. افسانه هرمز مرد خطرناکیه. میترسم به تو صدمه ای برسونه. منم نمیتونم جلوشو بگیرم. دو کلمه بنویس 200,000 تومان براش بفرسته. یعنی خودمو بشکنم، خودمو به پول بفروشم. نه، من هرگز این کارو نمیکنم. حتی اگه به قیمت جونم تموم بشه. گوش کن زهر، تو داری اشتباه میکنی. همکاری با این حیوونا برای آدم ننگه، ننگ. یه روز بالاخره پشیمون میشی. حق با توه. آخه میدونی چطوری برات بگم؟ من که زندگیمو برات گفتم. من به پول احتیاج دارم. آخه منم مثل تو جوونم. منم زندگی میخوام. میخوام از زندگیم لذت ببرم. آخ که تو نمیدونی چقدر من بدبختم. پول سعادت و خوش نمیاره. لذت در صفا و محبته، در عشق است. ببینم، تو دلت نمیخواد زندگی آروم و بی سر صدایی داشته باشی. دلت نمیخواد بچه‌هات جلوت کنن. دلت نمیخواد با شوهرت بشینی و راجع به آینده اونا تصمیم بگیری. دیگه بسه بسه. کاش میتونستم مثل تو فکر کنم. کاش میتونستم مثل تو پاک و با اراده باشم. تو با این حرفات قلب منو از جا کندی. منو به دنیایی پر از صفا و محبت راهنمایی کردی. دنیایی پر از عشق و امید. نوشت یا نه؟ نه. خیلی خب، می نویسه. میخوای اذیتش کنی؟ نه. حتما برو به کارت بره. می نویسی یا نه؟ نه.
آدرس رو که فهمیدی؟ آره، هنوز اینجاست. خواهش میکنم زودتر خودتون رو برسونید. جون منم در خطره. خطر؟ خیلی خوب، منتظر باش همین الان بیرسی. میدونی با چی داری حرف میزنی؟ چشمای قشنگی داری آری جناب، حرف داری. به خدا 200,000 تومن هم بیشتر میارزی. جناب خوب فرشید کافی نیست منو بدبخت کردی؟ از اینجا برو بیرون. دیگه نمیخوام شریک کارهای شیطونی تو باشم. از اینجا برو بیرون. گفتم برو بیرون. پاشو. کارت به جایی رسیده که واسه من زبون درسی میکنی؟ آهای بچه، خیلی احمقی بدبخت بیچاره. چی شده با هم دعواتون شده؟ دیگه زهره حق نداره از این خونه بره بیرون. ممکنه دست گلی به آب بده. خیلی خب، میخوای حسابشو برسن؟ نه، تو خونه آزاده. بری. خب حالا دیگه تنها شدیم. خوشگله. همین چه بین؟ بلم کن. چی شده؟ بلم کن. روحاتم بزن. کاری باید ندارم که. خیلی خب بکشر کنیم. Oh,
ببین چه خوشگله این قد و بالا، ببین چه ناز داره این چشم شهلا، بیا تا سوزمت با عشق سوزا، که در قلبت شود عشقم فروزا، آه که در قلبت شود عشقم فروزا. ببین چه خوشگله این قد و بالا، ببین چه ناز داره این چشم شهلا، بیا تا سوزمت با عشق فروزان، که در قلبت شود عشقم فروزان، آه که در قلبت شود عشقم فروزان. ببین از قد و بالا ریزه ریزه در میریزه، واسه دل بردن از تو از سرا پندر میریزه، ریزه ریزه در میریزه، ریزه ریزه در میریزه. چقدر این قلب تمیزه، چقدر عشقت عزیزه، که دل از من میپریزه. ببین چه خوشگله این قد و بالا، ببین چه ناز داره این چشم شهلا، بیا سوزم از با عشق سوزان، که در قلبت شود عشقم فروزان، که در قلبت